أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم القاسم محمد. وعلى أهل بيته المظلومين سيما بغية الله في الأراضين. إمام زماننا وبلي أمرنا. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فدا واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن جابر عن امامنا الباقر عليه السلام لما نزلت هذه الايه يوم ندعو كل اناس بامامهم قال الناس يا رسول الله الست امام الناس كلهم اجمعين قال عليه السلام: "قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي". يقومون في الناس فيكذبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم ألا فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني أَلَا فمن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء إن شاء الله هل زوتر زودتر ديدقان دي 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 ناقابل ما بجمال در يوسف زهرا مهدي قرآن منتقم خون حسين عليه السلام روشن ومنور گردد منتظران حضرتش ارز تسلیت به آن امام صلوات بلند خط کنیم اللهم به محضر شریف شما عزیزان ارز شد مسئله عدل گستره بحثش در تمام جای جای دینه امام باقر علیه السلام فرمودن مقابل عدل که ظلمه یه مرحلش رو خدا نمی بخشه و اون شرکه اگر کسی نسبت به خدا عدل رعایت نکنه یعنی دلش را جایگاه غیر خدا قرار بده رکوع و سجودش برای غیر خدا باشد اعمالش کردارش گویای بندگی غیر خدا باشد چنین شخصی عدل نکرده انصاف نکرده مشرک و شرک از گناههای بسیار خطرناک اما ظلمی رو که خدا میبخشه اینه که انسان به نفس خودش ظلم کنه چشمی که باید نعم خدا رو ببینه حرام ببینه گوشی که باید واجب و مستحب بشنوه حرام بشنوه زبانی که باید گویای به حق باشه کذب و باطل و نفاق بگه دست و پایی که باید در خدمت بندگی خدا باشه غیر خدا رو بندگی کنه اگر چنین ظلمی آدم به خودش بکنه اگر توبه کنه و تصمیم بگیره ترک کنه گناه را خدا او رو خواهد بخشید سوم حضرت زل ظلمیه که خدا صاحب اون ظلم را و ظالم را رهاش نمیکنه باید تو همین دنیا حساب و صاف کنه و الا کمیتش دنیا و آخرت لنگه و اون مداینه بین العباده یعنی حق الناس یعنی حقوق مردم بر هم اگر بخوایم عد رو تفسیر کنیم که خیالمون راحت بشه کجاها دنبالش بگردیم عد یعنی هر چیزی رو به جاش گذاشتن همه جاست اگه تو توحید و پرستش و بندگی عدل هست تو زندگی با شخص و بدن و روحش هست در ارتباطش با همسر و اولاد و همسایه هست تو تمام ذرات این عالم هم هست لذا بالعدله قامت السماوات والارض یه مهندسی که میخواد یه ساختمون بسیار بلندی بسازه در هندسه و حساب و کتاب اگه چند متر اشتباه کنه این ساختمون فرو میریزه هزاران سال است که این آسمان و زمین برپاست نشون میده اون کسی که این بنا را با این عظمت ساخته حساب خیلی دقیق داشته هر چیزی رو درست به جاش گذاشته لذا خرابی توی آفرینش نمیبینیم و هر اتفاقی هم که میفته بی حساب نیست اهل دنیا و اونهایی که نگاهشون به دنیا مادیه ممکنه بگن این زلزله اتفاق طبیعیه این بارون که سیل شد یه حادثه طبیعیه این بارونی که نیمد یه حادثه طبیعیه این که شما به خیابون اومدی خدایی نکرده نکردی اتفاقی برات افتاد یه حادثه طبیعیه اگه این مغازه خدایی نکرده بلایی سرش اومد یه حادثه طبیعیه ولی کسی که معتقده به خدا مبدع و معاد را قبول داره معتقده و باورش اینه که هیچ اتفاقی تو این دنیا حادثه و اتفاق نیست معلوله یه سری اموره که این خودش بحث مفصله و معنای عدلم همینه هر چیزی بجاشه، اگه زمین میلرزه باید بلرزه اگه سیل میشه باید بشه اگر خدا قطرات آسمان رو بر بندگانش حبس میکنه باید بکنه لذا ترس بندگان روز قیامت هم از اینه که خدا باز او دنیا بخواد عدل کنه دنیا خدا اساسش رو بر عدل گذاشته اگر به بندگانش هم یه وقتهای مجازات رو تأخیر میندازه اونم بر اساس عدله نه معناش اینه که حساب گم شده بالاترین مصداق حق و ناس چیه؟ تا ببینیم عدل چیه؟ ظلم بهش چیه؟ طبعا بالاترین افراد بشر و ناس اگه حقشون ضایع بشه این بالاترین ظلمه ادای حق بهترین افراد بشر عدل خدا بهترین بشرشو کیا قرار داده انبیا کسانی که دنبال حضرت آدم را افتادن دنبال حضرت نوح را افتادن قول ابراهیم پیغمبر را قبول کردن پیرو موسای پیغمبر شدن پیرو راستین ایسای پیغمبر شدن و سایر انبیا علیهم السلام اینا عادلن ولی هر کسی که گفت من قبولش ندارم دنبال رایی نفس و دلشو کرد این عدل نکرده امروز چی؟ امروز هر بنده ای که تمام 124 هزار پیغمبر رو بهشون معتقده اسمت اونها رو قبول داره و آخرین اونها را آورنده کاملترین ادیان یعنی حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله علی و سلم میدونه و دینش اسلام را کاملترین دین و نجات بخش و سعادت بشر تا قیامت ای عادله اما اگه اسمش مسلمونه اما میگه اسلام فلان اشکال داره فلان اشکال داره پیغمبر چرا فلان کرد چرا فلان نکرد این عادل نیست این هنوز نفهمیده پیغمبر کیه یه چیزایی اینا مرزه نزدیک شدن به این مرزا خطرناکه کار هر کسی نیست میدون مینه اگه کسی ندونه قدم توش بذاره نابود میشه تو مباحث اعتقادی از این چیزا زیاد داریم لذا جوانی که بدون اطلاع وارد این میادین بشه هر کسی هر چی گفت دلش و جایگاه اون حرفا قرار بده گرفتار میشه در حدیث وارد شده آی مردم ببینید پای حرف کی نشستی چی داره براتون میگه هر شنونده ای دارد گوینده خودش را بندگی می کند بندگی هر کسی را نکنید جوونی که سر کلاس تو دانشگاه استاد قرآن را دین را پیغمبر را اسلام را صفات خدا رو زیر سوال میبره آیا این استاد جایگاهش هست در حدی که بیاد این صحبت رو مطرح کنه از یکیشون سوال کردم این همه اشکال میگیری از قرآن میتونی قرآن بخونی؟ قرآن جلوش باز کردم یک خط از قرآن بلد نبود بخونه اصلا از قرآن چیزی بلد نیست از حدیث چیزی نمیدونه معرفت به امام هیچ نداره شروع میکنه به شبهه کردن یه بیماریه یه حق یه کسی پنهان هر روز مشکلات شما رو حل میکنه شما نمیشناسید دست یاری به شما داده شما بیاید در علن آزارش بدید اذیتش بدید پشت سرش حرف بزنید این ظلمه بعد از پیغمبر اسلام بالاترین بشر ائمه معصومین علیه السلام و بیبی دو عالم فاطمه زهرا هستند درسته بالاترین حق کشی حق کشی نسبت به این انوار مقدس است بعد از ظلمی که انسان در مرحله شرک میکنه ظلم در مرحله ولایت و پیروی ائمه حق امام زمان علیه السلام امروز یه عالم حق گردن ما دارن امام حسین علیه السلام که ما میایم خیلی خوشحالیم که در مجلس عزا شرکت کردیم این توفیق و به ما دادن یه عالم حق گردنمون دارن اقلش برا جبران یه نوک سوزن یکیش که اونم نمیشه ای حضورهای ماست ای سوگواریای ماست امام علیه السلام برگردن ما حق وجود داره حق بقا داره اگر امام نباشه هیچی توی این عالم باقی نمیمونه امام علیه السلام برگردن ما حق هر آقایی و اربابی رو بر نوکراش داره حق معلم بر شاگرد داره امام علیه السلام برگردن ما حق قرابت رسول الله داره قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربان شما در احادیث شنیدید که فرمودن اگه همه عمرتون نوکری مادر رو بکنید به اندازه یه شبی که شما را تحمل کرد در کودکی نمیشه به اندازه یه دردی که در بعضی از ساعات ما در, در, زمانی که شما در رحمش بودید کشید نمیشه پنجاه سال هم زیر پاشو جارو کنی لباساشو عوض کنی خرجشو با افتخار بدی نوکریشو بکنی جبران یه شبش نمیشه درسته؟ فقط مادر ما رو در رحم نگه داشت شیر به ما داد ما بزرگ شدیم که البته قابل جبران نیست حالا امام محسوم علیه السلام کسی است که هستی ما از هست اوست بقا ما به وجود اوست روزی از دست او میخوریم هرچی از علم و دانش است از سر سفره کرم اوست اوست پدر حقیقی ما چطوری میتونیم حق رو جبران کنیم آیا جبران کردن؟ آیا مردم این همه حقوق امام معصوم رو جبران کردن؟ لذا بعد از آنی که شرک عظیمترین گناه هاست حق کشی امام و پیغمبر ظلم در حقوق معصومین علیهم السلام بزرگترین گناهه خدا روز قیامت خلق رو نگه میداره وقفوهم انهم مسئولون از اونها راجع به نعمت وجود امام علیه السلام سوال میکنه این همه حق را چگونه جبران کردید وای به حال اونایی که وقتی به جایی میرسن نعمت پدر و مادر رو فراموش میکنن وقتی گرفتار میشن مشغول گرفتاری خودشون میشن گرفتاری بزرگتر و پدر و مادر رو فراموش میکنن میبرن و بیشتر وای به حال کسی که از امام زمانش دوره وای به حال کسی که نعمت پیغمبر و آل پیغمبر را فراموش کرده همین الان ما سر سفره نعمت پیغمبریم همین الان سر سفره نعمت سید و شهدائیم. بعد از این مقدمه یه حدیثی از امام باقر علیه السلام که جابر نقل میکنه اگر جابر ابن عبدالله انصاری باشه که از اصحاب پیغمبر او همه قبولش دارن حتی مخالفین امام باقر علیه السلام هم که اونا قبول دارن جز اوناشون که فی قلوب هم مرز بنابراین این حدیث شریف که محضر شما تقدیم میشه حدیثی است که از نظر سند بقیه رجال سندش هم معتبره اونایی که اهلشن مراجعه به فرمان از احادیث بسیار معتبره کافیس حالا ما به مخالف کاری نداریم کافیس برای هر کسی که بخواد بفهمد بعد از پیغمبر که بالاترین نعمت هاست و باید عدل نسبت به او رعایت شود و انسان پیروی بکنه چه نعمت هایی بر خلقه و مردم با این نعمت ها چیکار کردن؟ جابر اگر هم جابر جوافی باشه اونم بسیار جلیل القدر عرض میکنه رسیدم خدمت امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن وقتی این آیه نازل شد یوم ندعو کل اناس به امام هم روز قیامت روزی است که هر دسته ای از مردم به نام امام زمانش مخاطب قرار میگیرد به امام خودش مخاطب میشه یعنی چی یعنی یه دسته ای را میگن شما امامتون اونه شما امامتون اونه در زمان پیغمبر این آیه برا مسلمان های خود سخت شد قالو یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین شما مگه امام همه نیستید ما غیر از شما که امام نمیشناسیم رهبر رئیس بزرگ فقط شما اید اگر حدیث قدیر رو از ما بگیرن اگر حدیث منزلت رو از ما بگیرن اگر تمام احادیث رو از ما بگیرن آیات قرآن رو توجیه کنن در مقام امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش همین یک حدیث برای اثبات عقیده و حقانیت عقیده کافیه این روایت شریف از احادیث غیبی است یعنی حضرت رسول دارن از آینده خبر میدن امام باقر علیه السلام دارن از جدشون رسول الله نقل میکنن کسی هم نمیپرسه که امام باقر علیه السلام که نبودن چجور دارن نقل میکنن علوم اهل بیت علیه السلام سینه به سینه گشته او از پدر او از پدر نیاز نیست دیگه نقل بشه پیغمبر فرمودن آی مسلمونا منظور این آیه من نیستم انا رسول الله الان ناس اجمعین من رسول خدا هستم نفرمودن امام نیستم ها چون مقام امامت رو هم رسول الله داشتن که بالاتر از مقام رسالته اما خواستن بفرمایند که مراد از این آیه شریفه کسای دیگه هستن روز قیامت هر کسی با امامش محشور میشه این اماما کیان؟ پیغمبر شروع کردن به بیان دو دست امام یکی امامای عدل یکی امامای ظلم امامان عدل اینان، امامای ظلم اینان صفات امامای عدل اینه، صفات امامای ظلم اینه تو پرانتز یه مطلبی عرض کنم اگه بحث بحث عدله ما میخوایم عدالت کنیم حق رو به حقدار بدیم باید بعد از پیغمبر دنبال علی و آلش باشیم که حدیث همین رو میفرماد امامان عدل یعنی چی؟ در کلمات و روایات و ادعیه امام یکی از القابش عدله و العدل المنتظر امام هم عدل گستر است و هم عدل است یعنی چی یه نمونه ارز کنم قرآن راجع به نماز چی میفرماد میفرماد نماز شما رو یاری میکنه مقابل فحشا و منکر پس نماز کار ازش میاد درسته اما تو جای دیگه میفرماید آی مسلمان نماز را حفظش کنید پس نماز میتونه علت باشه میتونه کار کنه میتونه شما رو یاری کنه کی وقتی که شما یاریش کنید وقتی شما نماز رو حفظ کنید دین روح دین احیاگر جامعه با دین زنده میشه مثال دوم اما خود دینم نیاز به احیا داره همین دینی که علت بقائه همین دینی که علت حیات جامعه متدین یعنی جامعه زنده است باید یه گروهی باشن که دین را حفظ کنن دین را زنده نگه دارن اینه محی معالم دین و اهل بنابراین اگر ما میگیم دین احیاگره معناش نیست که خودش نیاز به حیات نداره عدل جامعه را زنده نگه همی داره عدل سبب استواری تمام ذرات هستی است اما خود عدلم چی میخواد آقا محافظت میخواد باید عدل رو پیدا کرد باید عدل رو محققش کرد باید عدل رو در جامعه ساخت عدل محافظت میخواد و خود عدل جامعه رو میسازه با این نمونه ها روشن شد پیغمبر میفرماید که امامان حق کیان امامان باطل کیان تا ببینیم کی ظالمه و کی عادله کی حق به حقدار داده انا رسول الله الى الناس اجمعین ولیکن اما سیکون بعدی امتون على الناس من الله من اهل بیتی کلام الملوک ملوک الکلام اگر بزرگی سخن میگه با یه بچه باید فرق گذاشت. اگر حکیمی سخن میراند در حرف حرفش باید تأمل کرد. پیغمبر میفرمد سیکونو بعدی. سیکونو یعنی به زودی بعد از من خواهد آمد. سین در لغت عرب برای آینده نزدیکه. امامان حق بعد از من به زودی خواهند آمد. بیست سال زوده اونایی که میگن علی علیه السلام امامه اما خلیفه چهارمه بیست و سال فاصله شده الان صفات رو من یکی یکی میشمارم بر غیر علی و آل علی تطبیق نمیکنه. بنابراین این کلمه سین همین یه حرف دلیله امامان حق بعد از من به زودی خواهند اومد ای اونایی که دنبال راستی و درستی و عدلید امام حق سریعا بعد از من است نه بعد از 25 سال سیکون و بعدی اعمتون علی الناس کلمه دوم ناس گفت در خانه کس است یک حرف اما سین بسشه اونایی که اهل معرفتن قلبشون مریض نیست دنبال واقعیت میگردن دوم کلمه ناس میفرماد این امامان حق امامتشون علی الناسه نمیفرماد علی المسلمین انا رسول الله الی الناس امام حقم امامتش علی الناسه مخالفین ما میگن امامت امامان ما خلفای ما علی المسلمین خلیفه رسول الله علی المسلمین خودشون میگن میگن ما با بقیه کاری نداریم حاکمان ما حاکم برمان ما دیگه به اروپایی کاری نداریم ما دیگه به اونایی که اون طرف تو جزایر دیگه هستن کاری نداریم اما شیعه معتقد است امام حق امامتش نه فقط بر تمام بشر بلکه بر تمام ذرات هستی است از جن و ملک و طبیعت و هر چه که هست بنابراین کلمه ناس هم مطابق عقیده ماست امامان حق که زود خواهند اومد امامتشون علی ناسه سوم من الله امامان حق امامتشون از طرف خداست خدا اونا رو تعیین کرده آیا خلفای بنی امیه و بنی عباس رو خدا تعیین کرده خود شما که اعتراف میکنید کشتن ریختن حلال حرم کردن قرآن آتیش زدن خود شما که اعتراف میکنید حرم سراها داشتن و خدا راضیه به این چیزاست وقتی یه کسی مثل یزید میمونش میمیره عزای عمومی اعلام میکنه و شهر رو تعطیل میکنه و کشور به عزا میشینه اینو خدا تعیین کرده آخه میخوره او پیغمبر این خلیفه بهش یه ذره تناسب لذا انقدر دیگه جرأت نکردن که بگن خلفا رو خدا تعیین میکنه میگن شورا مردم هر کس رو انتخاب کردن اون میشه خلیفه رسول الله میخواد خوب باشه میخواد بد من برن او فاجر چون هر چی شرایط گذاشتن دیدن یه جاش میلنگه بگن عادل باشه که نیستن بگن نماز شب خون باشه که نیستن بگن حرام نکنه که انقدر بریز و بپاش و شراب و گفتن سیاست داشته باشه دیدن نداره کیاست گفتن هر کسی اومد بر گرده مردم سوار شد اطاعتش واجبه وقت بشه اولو الامر بشه کسی که اطاعتش از طرف خدا بر خلق بر مسلمونا واجبه بنابراین این مطابق عقیده ماست که امامت امامان حق باید از طرف خدا تعیین بشه امام و رهبر کسی است که خدا بگه بر شما امامت و ریاست داره چرا چون در توحید اطاعت گفتیم بعد از اطاعت خدا اطاعت رسول اطاعت اول الامر واجبه ببینید اینا باید به هم بخوره خدا پیغمبر از خدا و پیغمبر بریم سراغ هر ناکسی بنابر این کسی که میخواد بعد از اطاعت رسول اطاعتش واجب باشه باید یک کسی باشه که در ردیف پیغمبر باشه پیغمبر معصوم است باید امام و جانشین و ادامه دهنده راه او هم معصوم باشه اسمت چیه؟ اینه که خدا بنده اش را از خطا حفظ کنه یورید الله یورید الله لیوذهبه انکم الرجس خدا اراده فرموده که شما را طاهر و متحر کنه اگر خداست پس ما خبر نداریم کی باید به ما خبر بده؟ رسولش خبر داد که این امامان معصوم کیان مکرر خبر داد تو مدارک خودشون فراوون نام دونه دونه اماما عدد دوازده اونقدر فراونه که موندن باش چیکار کنن بنابراین امامتشون من الله چون معصومن اسمتم فقط خدا میدونه باید از طریق پیغمبر به ما خبر بده چرا تو قرآن نگفته خیلی چیزا تو قرآن نیست خب مسئله امامت خیلی مهمه اگه خدا تو قرآن میگفت اختلاف نمیشد ثابت شد که اگر در قرآن هم می بود با قرآن هم اونچنان مبارزه میشد که معلوم نبود قرآن به دست من و شما برسه خدا اون چرا که بشر حجت رو برش تمام بکنه نسبت به مسئله امامت در قرآن ذکر فرموده انفسنا و انفسکم اکمل تو لکم دینکم انما ولیکم الله بنابراین اگه کسی بخواد دنبال امام حق تو قرآن بگرده کور نباشه پیدا میکنه چهارم این امامتشون از طرف خداست حالا اگه یه کسی گفت اون سین که یه حرفه دلیل نمیشه ناس هم که به پنجا نفرم میگن ناس مسلمان غیر مسلمان همه ناس دیگه من الله هم تمام اتفاقات دنیا هم از طرف خداست خدا لعنت کنه یزید رو بعد از آنی که قصه رسواییش تو شام شد و دید مردم شورش کردن جهادگر آشورا و بعد آشورا زینب کبرا سلام الله علیها ها تمامشون رو بیچاره کرد خطبه های امام سجاد و ام کلسوم علیه السلام قوقا ایجاد کرد عقب نشینی کرد برای اینکه حکومتش رو حفظ کنه اعلام کرد خدا لعنت کنه ابن زیاد و هر چیه زیر سر اونه من که بهش نگفتم امام حسین رو بکش اون این کارو کرد اونایی هم که میدونستن این لکه با این حرف پاک نمیشه یه جریان دیگه ای رو مطرح کرد و اون این بود که خدا خواست حسین را کشته ببیند یه کسی باید حسین رو میکشت من راضی به این فعل نبودم اما خدا این رو بر گرده من گذاشت چون من امیر مردم بودم بنابراین من محقق اراده خدا بودم باری که دست دم در نکنه لذا در مصر کتاب می نویستن یزید مظلوم تاریخ یزید مظلوم تاریخ خدمت کرده حرف خدا رو گوش کرده لعنتش هم می کنه. لذا مکتب جبریه را طرح کرد وسعت داد تا چیکار کنه تا بگه که هر اتفاقی که میفته خوب و بد خوشایند و ناخوشایند اراده خداست ما هیچ کاره ایم ما هیچ کاری هیچ کاره, کاره ایم. اگه یک کسی گفت خب بالاخره من الله دیگه هر کسی بیاد بر گرده مردم سوار بشه از طرف خداست چون خدا اگه نخواد میتونه جلوشو بگیره دیگه بنابراین اگه حجاج گردن کلفت زورگو هم اومد شد خلیفه ای رسول الله از طرف خداست که تا سر نمیبرید قضا نمیتونه زهر مار کنه روز لذتش روزی بود که چند تا بچه سید سر ببره اونم بشه خلیفه رسول الله وقتی تو مسجد پیغمبر یکی کسی سنگ به طرفش پرت کرد گفت کیه؟ هیچ که جواب نداد گفت درای در مسجد ببندید هشتاد تا دست برید تا دلش خنک شد این خلیفه رسول الله بله دیگه من الله اگه کسی این حرفا رو زد یه کلمه چارم هست که او دیگه قابل توجیه نیست من اهل بیتی امامان حق از اهل بیت منن میشه کلمه اهل بیت توجیهش کرد بگه مراد از اهل بیت پدر زنای پیغمبرن که ای کاش نداشته پدر زنای پیغمبر اهل بیت پیغمبرن بگردید در زیل آیه شریفه انما یرید الله ببینید چند تا دونه مفسر غیر شیعه اهل بیت را انقدر وسعت داده که شامل اولی دومی دو هم بشه نیست حالا برفرض او دوتا رو درست کردید سومی رو چکا میکنید بنی امیه رو چکا میکنید بنی عباس رو چکا میکنید تنها عقیده که با این حدیث شور در میاد عقیده شیعه است که امامت امامان حق از طرف خدا و از اهل بیت پیغمبرن فرمود خدا نسل من رو در دخترم فاطمه زهرا قرار داده امیر المؤمنین به پسرشون محمد ابن حنفیه علیه السلام فرمودن که من بنده رسول الله بودم من نوکر پیغمبر بودم حسنین من بچه های پیغمبرن تو هم نوکر حسنین باش انقدر این جمله معروف بود که همه حسن و حسین رو اولاد رسول الله میشناختن در اون قصه معروف که یکی از خلفای بنی عباس گفت چه برتری شما بر ما داری؟ شما قمخیش پیغمبری ما هم قومخیش پیغمبریم حتما باید خلافت مال شما باشه حالا مال ماست حضرت فرمودن اگر الان پیغمبر زنده بشه دخترش رو بخواد به ازدواج تو در بیاره قبول میکنی گو افتخار میکنم حضرت فرمودن ولی من این کارو نمیکنم چطور این کارو نمیکنید گو برای که محرم منه فرق من با تو اینه اهل بیت پیغمبر علی و آل علی هستن از نسل سید و شهده. بعد از امام مشتبه علیه السلام با این کلمه گیر میکنن من اهل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون حق حدیث ادا نشد اینشالله بقیهش رو براتون بیان خواهم کرد فقط هم یه جمله دلیل پنجم اگه گفتی اهل بیتم یعنی همه دیگه هر کی توی خونه بیاد میشه اهل بیت پس اونا رو میگه با این کلمه چگاه میکنید میفرماد امامان حق اون عدل های واقعی در بین مردم قیام میکنن به حق خودشون حق خودشون رو طلب می‌کنن فیک زبون ولی مورد تکذیب قرار می‌گیرن این جمله رو چکار میکنید آیا بر اون سه نفر بر بنی امیه و بنی عباس صدق میکنه اونا که گرفتن قدرت را فقط علی و آل علی هستند که هرگاه به حق خودشون طلب کردند با شمشیر و نیزه و سنگ و حبس و تبعید و زهر مقابله کردن یقومون فی الناس فیکذبون مورد تکذیب قرار میگیرند. دو امام تقیه نکردن و نمی کنن و برای گسترش عدل در گیتی تلاش کردند و می کنن. یکی امام زمان ارواح فداست که در زمان ظهور الان که تو تقیه زمانی که حضرت قیام به حق برای گسترش عدل میکنن از هیچ حاکم جائری تقیه نمی کنن سکوت نمی کنن. دوم جد غریبش حسین علیه السلام بود وقتی دیدن مثل یزیدی برگرده مسلموناست که تمام زحمات پیغمبر داره هدر میره قیام کردن اسباب و علل ظاهری فراهم اهل کوفه خسته از جور معاویه شرمنده از ظلم به امام مشتبه علیه السلام دعوت کردن آقا اومدن تا نزدیکای کوفه ورق برگشت مردم مکار حیلگر که زینب کبرا فرمود یا اهل المکر والغدر ای آدمای درو ای آدمایی که دنیا طلبید همه چیزتون شده دنیا ورق برگشت کوفه شد محل سانسور شد محل ترس و خوف از بین همین آدما لشکر تهیه شد ابن زیاد از شام لشکر نیورده بود اصلا یزید لشکر از شام نفرستاد نسیه فروش های دین در کوفه با هم جمع شدن این لشکر را تا شاید صد هزار نفر مجهز کردند بعد از قصه مسلم و هانی تک و توکی هنوز تو کوفه بودن که به سختی زیر فشار زندگی میکردن مثل حبیب مثل مسلم ابن اوسجه حبیب دید تو بازار کوفه مسلم در یه ای ایستاده گفت مسلم چی میخوای بخری؟ گفت میخوام حنا بخرم حنا برای چی؟ گفت دیشب فاطمه زهرا رو به خواب دیدم فرمود دلم میخواد محاسنت رو خضاب کنی محاسنم سفید شده حالا که بیبی بی دوست داره خضابش میکنم حبیب عالم به گذشته و آینده صاحب علم بلایا و منایا اون بی نظیر در اصحاب سید و شهده بعد از حضرت اولادش گفت مسلم نفهمیدی؟ بیبی بی برا تو پیغام فرستاده بیا محاسن تو به خون سرت برا پسرش رنگین کن حبیب منظور بیبی بی ای بوده چشم خود حبیب اومد تو خونش زن میخوام طلاقت بدم برا چی؟ درم میرم کربلا عجب میخوای طلاقم بدی که برات گریه نکنم میخوای طلاقم بدی که دیگه تو فکرت نباشم تو خوشیا کنارت بودم الان تنهات بذارم ابدا منم با بچه های امام حسین هم ناله میشم برو غلامشو فرستاده بود بیرون شهر به ایس با شمشیر و اسب تا من بیام گیر کرد نزدیک شد دید غلامش داره با اسب حرف میزنه ای اسب حبیب نیومد اگر نیاد به خدا قسم خودم بر پشت تو سوار میشم با همین شمشیر حبیب میرم از بس پسر زهرا دفاع میکنم چه گلایی و امام حسین جمع کرد تو میدون جنگ حبیب اومد بالا سر مسلم نفسای آخرش رو میکشید و خون از بدنش میجوشید مسلم اگر چه بعد از تو منم میرم اما سنته دوست دارم اگه وصیتی داری گوش کنم یه نگاه به صورت حبیب کرد حبیب یه وسیعت بیشتر نده اوسی که به ها ان تقتل دونه تو رو فقط وسیعت میکنم به ای آقا تو رو خدا مازه به حسین باش مبادا تو زنده باشی آزاری به پسر پیغمبر و زهرا برسه هر طرف ای لشکر آدم نگاه میکنه دلش آتش میگیره حسین جان یه بار میخوایم قربونت بریم مگه چقدره؟ چرا ما رو شرمنده میکنی؟ اون مادر گرفته شونه بچه شو داره میکشه استاد مقابل خیمه حسین جان چرا نمیذاری بچه هم جونش رو فداد کنه آخه این بچه هنوز کوچیکه هنوز بالغ نشده مادر تو الان عزای شوهرتو داشتی برای چی میخوای بفرستیش میدان حسین جان تو فردا بگی مادرت فاطمه زهرا لباس عذاب بپوشه بگه پسرم من داغ پسر نبینم بذار منم با مادرت هم ناله بشم منم بگم پسرم هر یکی از این اصحاب چون میدونستن گریه برای امام حسین چقدر ثواب داره از آدم تا خاتم برای حسین گریه کردن دوتا تا کار میکردن اول میمدن دست رو سینه میگذاشتن السلام علیک یا ابا عبدالله بعد شروع میکردن به گریه کردن <applause> حسین میفرمود برای چی گریه میکنید میگفتن حسین جان برای غربت تو برای تنهایی تو اما بمیرم برای حبیب وقتی اومد جلو امام حسین شروع کرد به گریه کردن امام حسین بیش فرمود حبیب یاد زن و بچه افتادی هم حسین خبر داره علیه السلام هم حبیب برای که خبر به گوش ما برسه ببینید حبیب کیه سرش رو بلند کرد گفت حسین جان همه رو فدای شما کردم پس برای چی گریه میکنی؟ یه چیزی گفت که بقیه نگفته بودن معلوم میشه که حبیب از همه چیز خبر داشت گذشته و آینده میدونست همه میگفتن حسین جان برای غربت تو گریه میکنیم اما وقتی امام حسین به حبی فرمود حبیب برا چی گریه میکنی اشاره کرد به خیمه زینب گفت <تصفح> برا اسیری رفتن زینب برای <تصفح> برا تنهایی زینب عشق میریزم عزیزام گفتن ما هم یه فیزی از بیبی بی ببریم اومد کنار بدن هنوز رمقی تو زینش بود صورت و نزدیک آور و او جان خواهرت زینبم هم داداش. یه کلمه با هم حرف بزن و جان میدم به حق رسول الله به حق بابامون علی حرف بزن چشاتو باز کن برادر امین که زدا زد به حق مادرم زهرا چشاشو حسین باز اما چه منظره ای دید همین ذره برا همه غمای عالم بزه که کوچیک بشه مقابل غم آشورا دید خواهرش داره ای زخما رو یکی یکی نگاه میکنه بدنی که بیش از هزار ضربه خورده دیده الان که زینبش بمیره صدا زد لقد كسرتي قلبي وزدتيني هم من فوق همي زينب با این نگاهات مرا جمع نزن خواهرم بنگرد برو تو خیمه ها از یتیما ما فزت کن زینبم تو باید کوفه و شام بمی زینبم تو باید زنده بمونی باید پرچم بنی امیه رو پایین بیاری پرچم حسین را علم کنی منم زینب گل دامان زهرا شدم آواره این دشت و زهرا منم زینب که گشتم جاودانه منم زینب که قردم تازیانه خدا به مقام زینب کبرا فرج امام زمان نزدیک بفرما خدا یا توفیق سوز و عشق برا حسین و از ما و نسل ما مگیر اهل جلسه اهل بهشت قرار بده زیارت حسین دنیا و شفاعتش در آخرت روزی ما بفرما مرزا و منظورین لباس عافیت بپوشان عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان ارواحنا فدا صلوات فدا.